ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا و زربیل ما را همراهی میکنه. بیشتر انتظار میرفت که آقای رئیسی اون بیمحلی که از سوی یک خانم دیگری در بازار سلندج بهش شده بود رو اون رو هم میدید، به اون هم اشاره میکرد، اما بیشتر به موضوع شکلات اشاره کرد. از یابی شما چی هست از گفته های آقای رئیسی خانم مستاجر؟ با سلام و درود، وقتتون بخیر. البته که صحبت آقای رئیسی همیشه نکات جالبی داره و انتظار میرفت که از اون خانمی که به ایشون و البته شهروندان زیادی که به ایشون بیمحلی کردن یاد نکنه. اما موضوعی که بحث شکلات دادن یک آقای ذوق زده و کاملا اتفاقی به ایشون رو در یک مراسم کاملا رسمی و در انظار عمومی پیش میکشه، نشون میده که خود آقای رئیسی چقدر ضعیف هستن، چقدر حکومت، حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ضعیف هستند در مقابل اعتراضات و اعتصابات شهروندان کردستان. اینکه این مسئله شکلات دادن و اینکه این آقا به صورت کاملا ارادی اومده با انتشار یک ویدیو از وجدان عمومی و بیدار و قربانیان، خانواده های قربانیان و مردم داغدار کردستان معذرت خواهی کرده و چقدر نشون میده چقدر برای حکومت جمهوری اسلامی بغرنج بوده. ما میدونیم که این شخص کاملا به صورت ارادی و با علم بر این که این حرکتشون میتونه، حرکت معذرت خواهیشون میتونه چقدر تمهیدات امنیتی برای ایشون داشته باشه و احتمال داره که بازداشت بشن وجود داشت و میدونست این رو، اما باز تحت تأثیر وجدان عمومی کردستان و رسانه های کردی تصمیم گرفت که این ویدیو رو منتشر بکنه و بگه که خب کردستان و وجدان عموم کردستان نه رئیسی رو میخوان نه حکومت جمهوری اسلامی رو میخوان. خانم مستاجر، این با وجود اینکه تمام سناریوهایی که برای، البته ببخشید، سناریوهایی که برای سفر رئیسی به کردستان چیده شده بود، ما دیدیم که علل خصوص اون خانم و شهروندان دیگه چقدر رئیسی و همراه هیئت همراهشون رو بی‌محل کردن. خانم مستاجر، اینو میخواستم بپرسم که خب در واقع وقتی ابراهیم رئیسی فشار افکار عمومی رو که در نهایت منجر به اون ویدیوی عذرخواهی این فرد کسبه در بازار سلندج میشه رو دیکتاتوری میخونه، اینکه مردم رو دیکتاتور میخونه، اینو باید چطور نگاه کرد؟ میدونید خب جمهوری اسلامی از همون در تمام اعتراضات و انقلاباتی که در طول 40 سال اخیر در ایران صورت گرفته، علل خصوص انقلاب اخیر ژینا، خب تمام تلاشش رو کرده که اعتراضات، اعتصابات رو انکار بکنه. اما همین که خود آقای رئیسی امروز میاد از اعتصابات میگه، از قطعی اینترنت میگه، از اعتراضات موجود در ایران و در کردستان میگه، خب ما یک قدم جلوییم. این که میدونیم جمهوری اسلامی پذیرفته این اعتصابات و اعتراضات رو در داخل ایران، منتها تمام تلاششون رو مثل قبل با سناریو سازی ها انجام میدن که دلایل این اعتصابات و دلایل این اعتراضات رو به بیراهه بکشونن. میبینیم که آقای رئیسی میگن که دلایل اعتصابات در کردستان به دلیل وجود نیروهایی از بیرون بوده و تهدیداتی که صورت میگیره از سوی این احزاب کردستانی به ویژه، که ما تا الان چنین چیزی ندیدیم. همین امروز این اعتصابات در حال جریان با تمام تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی متوجه شهروندان میشه. همین رو اشاره بکنید، همین رو بیشتر برامون توضیح بدید، اینکه الان وضعیت امروز در شهرهای کردنشین چگونه است. ما در واقع همزمان با اینکه روز دانشجو است، میدونیم خیلی از دانشگاه‌ها در سراسر کشور تحسن و اعتراض کردند و قرار هست که اعتراضاتی هم برگزار بشه. بله دقیقا همینطوره، در همبستگی با تمام شهرهای ایران که قرار بوده فراخوان‌هایی هم از سوی احزاب سیاسی کردستان، هم از سوی فعالان مدنی از داخل و خارج و نهادهای دیگه منتشر شده بود، امروز 16 آذر برای سومین روز پیاپی هستش که در شهرهای کردستان دانشگاه‌ها، مراکز خرید و بخش‌هایی از مدارس و مراکز تحصیلی اعم از دانشگاه‌های شهر سنندج در اعتصاب کامل و بسیار گسترده و سنگین هستند. خب طی روز گذشته و روز پریروز هم ما واقعا شاهد بودیم که شهرهای زیادی به این اعتصابات پیوستن، با وجود اینکه خود نیروهای امنیتی داخل شهرها با بلندگو صدا می زدن شهروندان رو، اونا رو ناچار می کردن که مغازه هاشون رو باز بکنن. تعداد زیادی از
صاحب مغازه ها متاسفانه احضار شدند. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه در شهر سنندج حساب های بانکیشون از سوی دادگاه انقلاب که امر کردن به بانک ها مسدود شده تا الان، و در شهر پاوه، کرمانشاه، ماه‌آباد و تعداد دیگری از شهرها هم مغازه ها رو علامت دار می کنند. شعارهای تهدیدآمیز، شعارهایی در سنای جمهوری اسلامی، در سنای رهبر جمهوری اسلامی می نویسند و شهروندان رو ناچار می کنند با یک ایجاد فضای رعب و وحشت، اونها رو ناچار می کنند که مغازه هاشون رو باز بکنن، که تا الان نیروهای سرکوبی و جمهوری اسلامی موفق به این نشدن و اعتصابات در کردستان همچنان ادامه داره. در مرکز پتروشیمی شهر سنندج، در دانشکده فنی دختران شهر سنندج برای چند روز متوالی این اعتصابات هنوز ادامه داشته. سپاسگزارم از توضیحات شما. ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاوه از اربیل.